Roos zal aan mij staan. En Barbara, hoe jou naar bar in Brogi. Roos zal aan mij staan. Maar mouw naar Zarkon, door hem zing van Brogi. Roos zal aan mij staan. Daar staan de giro, hou jan van Brogi. Roos zal aan mij staan. Ja, lobe kon jou, madrabe jou han Brogi. Nagu salau, nagu duru, nagu jer, nagu suru, nagu shut, nagu sepaus, vali maqsad hame khudaus. اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن ببین گربه منو به کجا کشونده جواب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزاده ها تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما قادسیه دوم انقلاب 57 خمینی خمینی ای گجسته که پرفن ای دل آزادگان به چین تو پیوند خلط فتاد برون ز سینه تاریخ قده چرکین عقده های پسفکن عقده ده قرن آرزوی خلافت از پی آن جنگ های ساخته به هاوند جوشش انبان چرک زخم قرون را از دلان سر گذشت شوم برایند هیچ نه در چشم بی حیای تو شرمی هیچ نه در چهره عبوش تو لبخند هیچ نه حرمت تو را به هیچ حریمی هیچ نه در چهره عبوس تو لبخند ای تو به دوران به این تجسم بیوند خانده به دوران تو گریخت ز لبها شهد ز بس تلخیه تو رفت ز هر قند تشنه خون دمادمی و همواره است دست و دهانت ز خون خلق هنها بند سیر نشد چشم های تشنهت از خون باز نشد گوش های بستهت از بند بانگ پسر زینسیت که ها پدر کن بای پدر زان سویت که چون شده فرزند خانه به نگذاشتی که نیست عزادار هیچ نماندی به هیچ چهره شکرخند خانه به نگذاشتی که نیست عزادار هیچ نماندی به هیچ چهره شکرخند از تو به یک سینه نیست هیچ دلی شاد ای خمینی قلب خدای تو نیز سخت و سیاه است باز گلستان دمد به دامن صحرا فصل شتا را بهار هست تا به بنفش می دهد طره مشک سای تو طره مشک سای تو
پرده غنچه می درد خنده ی دل گشای تو خنده ی دل گشای تو مهمان یاران گرامی درود بر شما از دورم شاد و خوش و پیروز باشید. این برنامه های ما همه به هم یه پیوند داره، مثل زنجیر به هم وصله. شما اگر دلتون میخواد چیزی بفهمید و حتی اگر دلتون میخواد اظهار نظر کنید، باید همین برنامه رو گوش کنید. اگر همین برنامه رو گوش کردید، دقیق اونم ثانیه به ثانیه هر سخنانی که من به شما میگم اولا خیلی حساب شده و دقیق هست و یک هفته من میاندیشم صبح و شب و جستجو میکنم تا بتونیم یه برنامه مفید پیشکش شما کنیم. شما با خوندن یک تیتر یا دیدن یک عکس از یک برنامه یک ساعته هرگز داوری نکنید و شتاب زده حرفی نزنید. اینو به این نسل سرگردان میگم، نسل بدبخت بیچاره‌ای که فقط نشسته از بیکاری هی بخونه و یه چیزی بنویسه و بزنه، هیچ دانشی و شعوری هم و عقل ژرفی هم نداشته باشه نسبت به رویدادهای میهن. من خیلی وقتا با اشاره حرف میزنم، از من به یک اشاره، از تو به صد در واضح. اینو بزرگان جهان آریایی گفتن، استاد روشنگر دکتر مسعود انصاری روانشاد استاد دانشگاه افسران زیادی رو تربیت کرد، بعد در واشنگتن که استاد دانشگاه بود کار بزرگی کرد، کتاب های بزرگی نوشته. این مرد میگه حرفای من مثل بمب میمونه، منفجر میشه بعد از توش در میاد. ایشون میگفت که الله اکبر، گفتی من یک کتاب روش نوشتم، معنی کردم الله اکبر رو. حالا شما بچه های عزیزم که همتون رو دوست دارم، دلبند من هستید، با یه تیتر خونده، حتی فرهیختگان اونا که مدعی هستن، یه ساعت باید وقت بذارید صحبت سیاوش از دار گوش کنید بعد بهتر نظر کنید. حالا امروز نکته بسیار مهمه. شما ببینید، من بارها به شما این رو گفتم که این رفیق ما آقای سرج کلارسفیلد بایستی نامش هر روز بیاریم، مثل که شما نماز میخونیم هر روز صبح پا میشی تا شب هفته بار یه چیزی رو تکرار میکنی، یه چیزی. ما این موقعا بهت بگم که صبح که خواب بیار میشه دیگه تکرار کنی تا شب جلو چشت باشه، این عکس رو بذار جلو چشت برای همیشه. این فرد سرچ کلارسفیلد از جوانی با زنش شروع کرده، یک وکیل، و هر نازی رو هر کجا پیدا کرد رفت دستگیرش کرد، بازداشتش کرد، با رؤسای دولت ها در تماس شد، بود اسرائیل یا همونجا محاکمش میکرد و مجازاتش میکرد. سرچ کلارسفیلد، شما همه تون تا سرچ کلارسفیلد نسید کارتون خرابه. من یه روز بهش گفتم که سرچ خسته نشدی از 70 سال تلاش و هی این شهر و اون کشور و اینجا و اونجا رفتن؟ گفت خسته من خسته، زنم خسته. با همه الان اگه تو اسم آدرس یک نازی رو به من بدی، اون ور دنیا هم باشه، میرم و دستگیرش بکنم. هنوز رو پاشه داره کار میکنه، وقت تو بدبختی بیچاره، همین دیریز تو فراموش کردی، همین دیروز تو سعی کردن فراموش کنی، تو کردی بیچاره. باید بگی نمیبخشم، نمیبخشم و نه فراموش میکنم. همین چهر که اول برات میخوندم، مال خمینی گجستک رو با برنامه کاری کردن که ما فراموش کنیم، جاش کسی دیگر گذاشتن. اصلا تو حالا تاریخ 1400 سال رو ولش کن به سر جاش، که 1400 سال جنایت و چیزی فراموش به فراموشی سپردن به فراموشی ها سر جاش. همینو های خمینی که مال 40 سال پیش مرد، 35 سال پیش مرد، همین خمینی رو کاری کردن که تو فراموشش کنی جنایتشو. میدونی چرا؟ برای که بفهمی چرا فیلم رو میخوان دمادم رفتم
جهنم که جهنم رفتم این قبر خمینی که اینقدر با شکوه و عظمت میسازن در کنار ویرانه ها و گرسنگی های مردم ما، این چی خیال کردی تو؟ چرا چنین؟ و بعد همه شما که مدعی مبارزه هستید رفتی یه توف بندازی تو این جایگاهی که اینطور عظمت و با شکوه ساختنش و میتونی توف برین بندازین، رفتن توش مگه سخته؟ توف انداختن توش مگه سخته؟ آجرش خراب کردن مگه سخته؟ بعد وقتا وقت کاری کردن که شما اصلا این دوران را فراموش کنی. این دوران یعنی خمینی پلید که اومد عمرای ارتش رو، کسانی که برشون میلیون ها دلار خرج شده در هر نفر، آینده ایران بودن، کشت. چرا؟ چون داشت زمینه رو درست کرد برای ویرانی ایران، حمله کنه عراق به ایران، تازی ها ایران رو نابود کنن. خب بعدی که اونا رو کشت، جنگ ایران هم شروع شد، مردم خوب میرفتن و میجنگیدن و از آب و خاکشون دفاع کردن، بیچاره چی سرشون اومد؟ اصلی ترین ضرر رو جنگاوران ها کردن تا الان، اصلی ترین ضرر اینا کردن. خب ببین بعدم الان به جای که اینا برسن قرامت جنگی میلیاردها دلار از عراق که سازمان ملل تصویب کرده بگیرن، قرامت ها رو جنگی بدن به بچه‌ای که گوش ندارن، چش ندارن، دست ندارن، پا ندارن، ذهن ندارن، ترکش خون باطن تو بدنشونه، یا اون خانواده‌ای که شهید دادن، بیچاره شدن، بدبخت شدن، قرامت جنگی بگیرن میلیون‌ها دلار به اینا بدن، رفتن به آسیا میرسن. چجور هم میرسن؟ بهتر از مردم خود ما به اون نیاکان خودشون نجف که مرتبه اکسیرین هست میرسه. مردم من بیمار بیمارستان نداره، درمان نداره، اونجا بیمارستان میسازه. وقت چون یار ببیند کنارش میگذاری فیلم دون که علکی اینا رو اینطوری سرما کردن، نه عزیزم، اینها با برنامه اومدن و ما رو نابود کردن رو میکنن. با برنامه اومدن خمینی رو پاک کردن. چطوری؟ ببینید بارها گفتم اینو میگم، مثل همین جریان سرچ کراسفرد در سال 60 اینا شروع کردن، همین خرداد ما که ما الان توش هستیم، این 30 خرداد روزش کشتاره، روز قتل عامه، وقتی یه سازمانی میاد جشن میگیره تبعیت از سیاوش اوستاست که من گفتم که در سوکی الان باید جشن میگیریم. اینا قبلا سر صورت عزاداری میگردن الان جشن میگیرن، حالا کار خوبی باید جشن گرفت. ولی 30 خرداد چه روزیه؟ روزیست که رژیم شمشیر عرو بست و شروع کرد روز 100-200-300 نفر اعدام کرد، بچه های خردسال، کودکان، 1500-2000 نفر کودک رو اعدام کرد به جرم داشتن 2 ریالی در جیب. روزنامه کیهان اطلاعاتی بهت بخونید، به جرم داشتن فلفل در جیب. این رو که من بارها گفتم که 120,000 نفر در از سال 1960 تا 64 اعدام شدن، خیلی باورش نشده بود. اینستاگرام، واتساپ، این ور ور مدن از من میپرسن آقا این راست دروغ ای چیه؟ من بعضی وقتا فکر میکنم اینو دارم بر مسخره میکنم، بعد این آقا نمیدونه، بعد نه خدا خبر نداره. بس که بچه های گلن همه اونایی که میخوام امروز بهتون بگارش بخبرین، گوش کنید خوب. دیدم من نمیدونه بنده خدا 120,000 نفر لیستش ما منتشر کردیم. حالا همون سازمانی که این لیست رو منتشر کرده بود، همون سازمانی که بیشتر کشته و مالونه، او خودش نقش مؤثر داشته داره که اینو به فراموشی بسپره، اصلا صحبت چه نمیکنه. چرا؟ چون وارد یک فاز جدید و بازی جدید سیاسی شدن تو بده بستون ها و دلار و پول و همکاری و با این و این، اصلا اونم به فراموشی سپردن. 120,000 نفر کشته اصلا فراموش. حالا چی در مد کردن؟ این 120,000 نفر رو
با دستور و فتوای شخص خمینی اسدالله لاجوردی مأموریت داشت کشت اینا رو اعدام کرد. روحانی اون موقع پست بالای امنیتی تو امریکا داشت. سید علی خامنه ای یا رئیس جمهور بود، قبلش یا معاون وزیر دفاع بود، یا رئیس جمهور بود و یا رهبر. اون اوایل بود ولی هنوز به رهبریش نرسید، هنوز رهبر خمینی بود ولی پست بالا داشت و روحانی پست بالا داشت، همین آخوندهی که میدید پست بالا داشتن، اینو زدن و کشتن. خب این جریان تاریخ رو اینا فراموش کردن تو همین چند روز. ما همون منطقی را داریم که در صدر اسلام بود که اگر اونا را بکشیم ما رو بهش میریم، اگر اونا ما را بکشن بازم ما رو. اگر یک دسته از مسلمین را در جنگ های سابق این هست، اگر یک دسته از مسلمین را کفار سپر قرار دادند، فرض کنید که عراق فاسد یک دسته از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت اونها ایستاد که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانش را بکشیم. مسلمان ها شهیدند و بهشت میرن، کافرهاش کافرند و بهشت. 60 تا 64 120 هزار نفر کشته رفتن، فراموش کردن. چند هزار نفر میگن این سال 67-68 اعدام کردن، همون رو چسبیدن، همون رو چسبیدن. چرا؟ خود خط خود رژیمه، من میدونم الان هم ثابت میکنم براتون، چون میخوان اون گنبد بارگاهی که ساختن اون باید باشه، اسلام هم که فوش بدی و ندی و بیسه، این رهبر انقلابشون بایستی باشه، این خمینی مقدس بایستی بمونه، تو نگی بهش، تو حتی گجستک بهش نگی، تو اینا بتونن ازش نون بخورن، ولی آدماشون همه قربانی بشن، اشکال نداره قربانی اسمان مقدس قربانی کنن. تو نباید این گول رو بخوری سازمان، تو نباید این گول رو بخوری. 120 هزار نفر کشته تو فراموش کنی؟ اگر حساب کتاب نبوده، اگر پرستوی در کار نبوده، 120 هزار نفر کشته رو فراموش کنی؟ بعد میبینید آقا این رئیسی 4000 نفر کشت، قبلیش چی شد؟ این رئیسیست با لاجوردی، لاجوردی 120 هزار نفر کشته، اینم باش دست داشته، هم دستش هم بوده، بعدم سال 68 ایشون با چند نفر دیگه هم چند هزار نفر اعدام کردن کشتن، نه همه درست، ولی 120 هزار نفر چی شد؟ چرا اون فراموشش کردید؟ چرا اونو میخواید به فراموشی بسپارید؟ و این با برنامه است. برنامه چیه؟ من به شما میگم، اینها تصمیم گرفتن، من در لوژ فراماسونری گراند اوریان شرق بزرگ فرانسه که قوی ترین هست، هم خاتمی که رئیس جمهور شد از من دعوت کردن سخنرانی بکنم، صحبت بکنم اونجا، که حتی رئیس جمهور ها اون خصوص زیر بازنشسته و فلان شاغل و وزیر و این اونجا بودن، چون معبد فراماسونری تونو بلانش سپید پوشی، یعنی میتونه از خارج هم کسی دعوت کنه بود سخن کنه. گفتن خوب این خاتمی اومدی دیگه، الان وضع خوب شده ایران. نگفتم حالا کیست که داره گلوبالیست و جهانی و آخونده به شما میزنن؟ گفت چطور؟ گفتم این اومده برای خارج از کشور، رژیم از الان میخواد یک بازی جدیدی رو شروع کنه. بازی جدید اینه که یک سیستم میخواد بسازه، یک جناح از نظام، یک بال، دو تا بال داره کفتر، کبوتر دو تا بال داره، یک بال، یک جناح مال خود ایران باشه کار کنه، یک جناح برای خارج از کشور. این خارج از کشور از ایران میشه اپوزیسیون، فوش خار مادر میده، هر کار وای میکنه و شما رو گول میزنه. اصل نظام خاتم، بعدش اصل نظام روحان، اصل نظام ظریف، اینا برای بازی خارج از کشور، چون هم میخوان به خارج از کشور بگن ما دموکرات آزادی فلان بلاییم، اون جنایه نمیزنه. از اون طرف هم اپوزیسیون رو تا میتونن محدود کنن فعالیت هاشون رو و بکشن زیر چتر خودشون، چون اپوزیسیون هم اگر رهبرانشون رو بخرن اون پایینی ها چی میشن؟ پایینی ها ساده لوحه، ساده لوحه، یعنی دو حالت داره، یا میخرن مثلا یا با پول، یا طرف میگه میزن زندان، همینجور تو پاریس رهبر سازمان رو میگیره میزن زندان، وقتی میزن زندان چند نفر هم خودشون رو میکشن که خانم گرفتن دفتن زندان، ولی ولیش میکنن، خواهدی ولیش کردن، ولی حساب کتاب ولیش کردن، قرار میبندن، قرار با ما بیدیم قرار عملی شده، یک سری همخوانی هایی داره، یک سری همخوانی داره درست، اما حرف و برفای داخل نظام یکیه، یا یک سری هم احمق و خر هستن
که از بین میرن. ولی بعضی تشکیلاتی با برنامه، مثلا این شعری که من اول برای شما خوندم، این شعر سال 1362، 39 سال پیش، 40 سال پیش، کتابشو 20 ورق بود، خودم چاپ کردم، شاعرش گفت، من گفتم شعر جب قشنگ، اینه پول نداشت چاپ کنه. آی باشه موقع من با هزینه خودم که بهش چاپ کردم و بهش دادم و چندین فرام و پخش کردم، حتی توش دست بردم کردم، از در شعری درستش کردم، خودش میدونه غلطگیریش کردم، ولی اون اینجوری شروع میکرد، میگفت ای خامنه‌ای، ای گوجستک پرفر. بعدن الان شما بیاید شعر هر که دلتون میخواد بگردید، دیگه نیست ای خامنه‌ای، ای گوجستک پرفر. این شاعر که سابقه سرودن شعر برای خمینی هم داشت، اولین کسی است که خمینی رو امام خوند، و بعد خب بعدا اینا خیلی معامله شون نشد، چه شد اینا، بعد یه مدتی که چاپ های بعدی که اون چاپ من براش کرده بودم نبود که روش عکس دماوند بود و اینا، همین خیلی کوچیک تر صفه یه جای دیگه بیتا ای خمینی ای گذاشته که پرفند، ای گذاشته ای داد پاتیاره گجسته که پرفند. خمینی را هر جا توی این قصیده بوده ورداشته و جاش گذاشته داده پتیاره. اولی خمینی باید مقدس بمونه، انقلابی نمیخوامش کار کنن، دنباری بگیرنم خمینی مقدسه، بقیه همه نابود بشن، رفسنجانیشون رو میکشن، قاسم سلیمانیشون رو میکشن، همین خامنه فردا باشه مردسی زنده نیسته. چون جورج سوروس یه بار گفت به من، اینا گفت من هویج میذارم رهبر، شلقم میذارم رئیس جمهور، الان همین کار داره میکنه. آقای بایدن تفکی اصلا حواسی سر جاش نیست، ولی رئیس جمهور امریکاست، اصلش سیستم گورکسایوس که داره کار میکنه. افغانستان یک سری پابرهنه رو بردن اونجا، میگن امیر المؤمنین آقای هیبت الله آخوندزاده. یه نفری رو ندیده هیبت الله آخوندزاده، 7-8 سال پیش کشته شده، اصلا وجود نداره. امیر المؤمنین چرا کار میکنه؟ این سیستم رو اینجوری کنترل میکنه، هر موقع اینا خلاف بکنن یا یه اعلامی هم به هیبت الله آخوندزاده میده، کار خرمش چه زرزاتون گرگسایوسی که اعلام بیاره میده. ایران هم همینجوری، من بارها گفتم بود حرف ما هستم، شما هر چی حالا بار خامنه‌ای حذف شده، خامنه‌ای وجود نداره، این یک رباتیه، ثابت هم کردن گوششو دستشو کاروشو چیزاشو بیران، نه این یک ربات کامپیوتری است که روسیه داره کنترل میکنه، به جای اون حرف میزنه، به جای اون میاد. ها حالا اینا رو گفتم برید بشنم، اینا این همه قربانی هم، ولی اون اصل قداست بایستی بمونه، اون قداستی که باید بمونه. حالا توی همین قضیه که این قداست باید بمونه، همه رو قربانی میکنن. بعد چون نظر بگیرن رو همین که میخوان اون قتل عام های اول انقلاب سیاه که عمرای سرحشور شاهنشاه آریامهر کشته شدن رو شما رو فراموش کنی، 120 هزار نفر بچه های جوان و آزاده و سرحشور نسل امجدیه رو تو فراموش کنی. چرا؟ چرا فراموش کنی؟ چون باید یه رژیم بمونه با اون سمبول های اولش، این خمینیست و قبلش رو ساخته. حتی شما اینو فکر کنید یه لحظه، این قضیه خوش کن فکر کنید، همه ما حتی اپوزیسیون ها میگن رئیسی یکی دو سال، میگن 67 68 تو این دو سال، تازه کم بعد دو سال میشه، میگن چند هزار نفر اعدام کرده، 3000 نفر 4000 نفر اعدام کرد و منتظرین مخالفت کردن، قبول. آقا رفیقش یعنی اون بار دیگه، اون جنای دیگه رژیم میاد یه حرفی میزنه از این حرف ما بدتر علیه رئیسی، رئیسی همه موقع رئیس قوه قضاییه، چیز غلطی نمیکنه. الان رئیس جمهور شده، باز اینج غلطی میکنه، بره یقیر بگیره بگه آقا تو چرا چنین دروغی رو گفتی؟ دشمنای منم و دشمنای رژیم جمهوری اسلامی میگن من دو سال آدم اعدام کردم، حالا درست سه دستیار بودم قلبم چه بودم، من دو سال کردم، قبل من که اون لاجوردی اون همه کشته و 120 هزار نفر، اونا رو چرا چنین میگه؟ و اصلا مهمتر، چرا آقای روحانی تو میگه من 38 سال اعدام کردم و زندان من؟ دروغ میگم من؟ ببشت خود روحانی داری میگه؟ ما نمیگیم، میگه که آقای رئیسی 38 سال کارش زندان و اعدام بوده، مردم بهشون رأی نمیدن رئیس جمهور بشه. اینه مردم نمیگن، خود
رئیس جمهور جمهوری اسلامی داره میگه خودش که توی 38 سال پست های مهم می داشته که رئیسی شاگردش بوده. شما رو بازی دارن میدن، همشون هنر میشن، فیلم بازی میکنن. در غیر صورت آقای رئیسی باید اول از همه آقای روحانی رو بگیره به خاطر اتهامات محاکمه کنه. این حسن روحانی است که قاطع میگه آقای رئیسی 38 سال زندان و خب این روحانی که داره میگه رئیسی 38 سال کرده، رئیسی نه تنها بهش کاری نکرد وقتی همون موقع رئیس قوه قضاییه بود، باش دست داد و حال کردن و میخندن و شوخی میکنن، همین الان هم تو جلسات با میشن حال میکنن. یعنی بدبخت، نه ببخش، نه فراموش کن، نه فراموش کرده، یعنی که گولی حرفا رو نخور. بعد اگر هر کس آدمی ناکسی هم، هر گروه تشکیلات سازمانی هم میاد توی زمینه کار میکنه، تو شک نکن کو از میلیارد ها دلار بهره برده. اگر از میلیارد ها دلار بهره نبرده، از اینکه گرفتن انداختنش زندان، گفتن از زندان باید ببینی کار بکنی، اگه کار نکنی ما چه میکنیم؟ متوجه میشین؟ این ذکاوت رو باید داشته باشیم. ما دشمن تاریخی خودمون که هیتلر رو اینا فراموش نکردن، یهودی اگه تو دنیا سربلند قدرت رو قوی، چون ما چهینام دشمن رو نمیخشن، دشمن رو فراموش نمیکنه، فراموش نمیکنه دشمنشو. میتونه ببینه تو اگه هر روز هر دم بیری باشی، همه چیزایی فراموش کنی، از نو شروع کنی، لاجوردی رو فراموش کنی و سر به هزار تا بری، از رئیسی شروع کنی و 4000 تا، خب بدبختی. بیچاره خمینی در قداست میمونه. این شاعری که بهتون گفتم که شاعر ما از هواداره مجاهدین خلق بوده و هست از قدیم، هم همونطور اونها خب ما میدونیم با هم چیزای فکری دارن، مسلمانن، حالا البته مارکسیستن، این مارکسیسته ای آقا، مثل این نمونه زیاد داریم، نمونه زیاد داریم که خمینی دیگه نمیگه، یا اون چیزایی که رژیم میخواد قداستش به هم نخوره رو نمیگه. مثلا یک شاعر خیلی خوب من اون سرود دختر چادری چادره تو بردار، خواننده هم خونده، الان بهش گفتن آقا دیگه نخون، یعنی نمیخونه، نمیخونه دیگه. به یکی میگه خلیج فارس نخون، چرا؟ چون روحیه سلحشونی میده. وقت ما مملکت ما، سرزمین ما ویران، پادشاهان ما آرامگاهشون مخروبه افتاده، گنبد بارگاه میسازن برای نجف چه میسازن؟ میلیارد ها دلار خرچی گنبد بارگاه تازی ها که پدر بزرگ خودشون هم میکنن که اومدن اونجا ما رو کشتن به نام امامزاده. ولی هوخشتر پادشاه ماد در سرزمین ماد، ماد کرد ها بودن، کرد های دلیر، در سلیمانیه قیزقاپان، در قیزقاپان دخمی شده آرامگاه وحشتر. شما در این ببینید، فرزند خاک ایران در هفت آسمانی، روشنگر دو گیتی، از عهد باستان این درس ستم ندادیم، درس ستم ندادیم بر دوست یا که دشمن، بیگانه هم نکرده است پنهان که مهربانیم، مهربانیم عزیزان من. گل کاشتیم شبانه تو تاریکی ها، در بوستان از آن است محبوب گل، شرمش میاد. اون همه تو همین عراق خرج گنبد بارگاه میگن پادشاه ما. من به بارزانی ها گفتم، میرم فرستادم براشون، گفتم جمهوری اسلامی میاد یه میلیارد میلیارد خرج گنبد بارگاه میکنه، ولی شما که این نیاکان شماست. هر کردی بایستی بدونی که 150 سال حکومت ماد، حکومت کردهای سرزمین آرگوی بود، نه اکراد بودن. شما که کردین چرا میذارین این طور باشه آرامگاه؟
شما میتونید همیشه بلند بپرید، پرواز بلند بکنید، فراتر از اون که هستید برید. میتونید رونالدو شدن کاری نداره که. این رونالدو رو یک سینماگر برجسته ایرانی ازش سپاسگزارم، برای روز پدر برای من فرستاد. حتی خودشم پدره ولی به من تن میگم. من بعضی وقتا دوستان که چیزهای قشنگ ناب میفرستن برای من سپاسگزارم، چرت و پرتای دیگر بعضی هم میفرستن، حرف خود ماره قیچی شده برای من میفرستن، حرف خود ماره به نام سیاوش عویسته اون میذاره آرش پسند پپرزنی برای من میفرستن. ولی این که فرستاد خیلی لذت بردم. شما این پرواز پرش بر بلندا که میپره رونالدو درس برای تو. در هر شرایطی تو میتونی بالاتر از رقیبت بپری و پیروز بشی و دشمن رو زیر خاک کنی. بر ما نظر کن کارهیم زین گمراهی دوستا و دستا دستم بگیر و خایم کن براهی دوستا و دستا یلا بکن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو درود نگو شعر بگو سرود نگو شکر سپاس. اما نکته بسیار مهمی که امروز میخوام بهش اشاره کنم این است که آقای مسعود رجبی، حالا یا آقای مسعود رجبی هم کشته شده است یا زنده است یا اون کسی که جایشون هست، یا مثلا زهرا خانم مریخی که به عنوان رهبری کار میکنه، یا مثلا خانم اشرف ابریشمچی، یا نمیدونم نرگس عزادی، چون میتونن اینها کپی مسعود باشن در کارها. مسعود این که من میگم زنده است، نشانه هایی به من میرسونه این است که مسعود رجبی همین چند روز پیش اومد به حال به اسمون و پاسخ برنامه های اخیر منو داد، پاسخ داد در رابطه با اتحاد و همبستگی صحبت کرد و گفت اتحاد و همبستگی همونجور علکی نیست که به دست بیاد، هزینه داره، فلان داره، بیسار داره. و بعد به دو نکته اشاره کرد که خیلی مهم بود در رابطه با همین همبستگی، باز اشاره به زمینی به شاهزاده رضا پهلوی بود و باز اشاره کرد ایشون به این که آزادی ایران مبارزه مسلحانه است و کانونهای شورشی. حالا میخوام امروز اینو بهتون ثابت کنم که این حرفایی که آقای مسعود رجبی پیروز زد در پاسخ به برنامه من نشانگر این هست که خود مسعود برخلاف میل برخی دیگه که احتمالاً سرکار خانم مریم هستن، خانم مریم قاجار نمیخوان این پیوند و همبستگی، چون میدونین زمان محمد رضا شاه جدازی که ایشون از قاجار هست، مریم جان زنده دار و از قاجار هست، زمان محمد رضا شاه نرگس همینشون نرگس داری که بچه برادرشه و از صدر حاج سید جوادی شهرزاد خانم عزیز هست اسمش گذاشتن نرگس، ولی ایشون یک خواهری هم زمان محمد رضا شاه نه زمان شاهنشاه آریامه قرارش لازمه بگیم شاهنشاه آریامه داشت که اسمش بود نرگس و این نرگس از سازمان مجاهدین اومد بیرون به پیکار پیوست، مارکسیست شد رسمان، رسمان جزء بچه‌هایی بود که اعلام کرد ما مارکسیست هستیم دیگه، اسلام رو قبول ندیم سازمان مجاهدین خلق، و هم کشتم شد در درگیری ها کشته شد خانم نرگس. این یک مشکلی هم که خانم مریم عزیزانلوی قاجار، خانم مریم قاجار ابریشمچی سابق رجوی کنونیشون داره با این تشکیلات با مقتدر و ثروتمندی که تشکیلات سازمان مجاهدین خلق قدرت، اقتدار، ثروتی که داره هیچ تشکیلات دنیا نداره، از هر نظر اینا قوی هستن، برای همینی که اینها با شاهزاده متحد بشن میتونن حالا میتونن ایران آزاد کنن. حالا از اینم بگذارید که بعضی آقا همین رژیم بمونه از اون بهتره، اون بهتره، این همه به چرایی هم که چیره مفهمن، چون تحولاتی که شاهزاده رضا پهلوی پیشنهاد کرده و سیاوش عویستا اگه این تحولات رو در تشکیلات به وجود بیارن همه چیز عوض میشه، فرق میکنه. و این که رضا پهلوی هم هی تاکید میکنه که اگه 40 سال پیش اینا کاری کردن فلان کردن، الان منظورش ایناست، منظورش آدمای جمهوری اسلامی نیست که اون خواهد. حالا خواهرشون کشته شده و مارکسیست هم بوده، مجاهد خلق هم نبوده، خود ایشون هم
مسلمان نبود که چیز باشه. ایشون روزهای انقلاب سیاه شروع شده بود که هیچ پیروز شده بود انقلاب سیاه و مجاهدین یک ساختمان وزارتخونه رو در اشغال خودشون در آورده بودن، توش بودن. از در پشتی خانم این خانم الان تشریف دارن، صدر حاج سید جوادی، خانواده حاج سید جوادی که همون دکتر علی اصغر سید جوادی هم عمویشون میشه، اینا خیلی نقش مهمی داشتن تو جریان حزب و تشکیلات سادات. تازه که باید برید دیگه مطالعه کنید، گفتم بهتون برنامه قبلی رو گوش کنید. خانم شهرزاده عزیزم، صدر حاج سید جوادی که با سازمان بود، ایشون خانم مریم رجوی رو میاره توی در پشتی توی تشکیلاتی که دفتر اصلی مسعود رجوی اونجا بوده. آقای مهدی ابی‌شمسی هم رئیس تیم حفاظتی مسعود بوده. بعدشون از اونجا این بعد انقلاب مریم مجاهد میشه. بعد چادر سرش نبود وقتی وارد میشه، شلوار جین هم پوشیده بود روزی که اومد تو فلان اینا. بعدن دیگه چادر روسری و فلان و اینا. و بعدم خود مسعود رجوی، خود مسعود رجوی به دوست نازنین آقای مهدی ابی‌شمسی، آقای مهدی ابی‌شمسی میگه که مهدی جان، ما که زن داریم این اشرف ربیع رو گرفتیم با پرویز یعقوبی با جناقیم، چون پرویز یعقوبی خانمش مینا بود طلاق گرفت الان و پرویز خیلی نزدیک بود به مسعود، الان دیگه از هم جدا شدن اینا مدت داد. میگه ما که مینا اشرف رو گرفتیم، اشرف هم خیلی خانم بود، من ایشون دیده بودم باش برخورد داشتم، خیلی زن فهمیده بود، اون بچه سابق رفت نه یه چیز دیگه بود، این تحت تاثیر رژیم باشه. بعد خود مسعود خواستگاری میبونه از مریم از دانلوی قاجار که میشه زن آقای مهدی ابی‌شمسی، بعد بعدم هم دیگه میشه زن. خب حالا مریم جان اگر که مشکلاتی داره الان، من با این چیزای جدیدی که وارد تشکیلات شدن نسل نو و جوان، اینا باید خوب عمیق بیندیشن و فرمان مسعود باید اطاعت بشه، چون مسعود هر چی گفته از اون طرف یا جواب رضا پهلوی شاهزاده بوده و یا تاییدش کرده و یا یک چیز دیگه گفته که بعد شاهزاده پذیرفته. مثلا همین مبارزه مسلحانه، یعنی مسلح با اینا برخورد کردن، یا مثلا کانونای شروشی شاهزاده رضا پهلوی من چند وقت پیش تو برنامه میره پخش کردم تایید کرد، گوش میکنید تایید میکنه، ولی شیوه تاییدش با اون اونا اگر فکر میکنم از اول انقلاب فهم میکنه. رضا پهلوی فرمان آتش پدافندی داده، فرمان آتش پدافندی جنگ مسلحانه نیست، ایره یادتون نره. مشخصا صحبت خود شاهزاده رو گوش میکنید عزیزان من؟ تکرار میکنم، یک اقدامی که توأم با خشونت باشه به مفهوم در واقع تهاجمیش، یعنی بمبگذاری، یعنی ترور، یعنی کشت و کشتار، یعنی اسلحه کشی، یعنی سرباز و پاسدار و بسیج کشی، این رو میگویم خط قرمز. درست. ولی دفاع از خود، حفاظت از خود، اگر به ما حمله شد به مفهومی نیست که سرتو بنداز پایین و شهید بشو، نه آفره. مقاومت کن، اگرم اسلحه داری اسلحتو در دفاع از خود استفاده کن آفره. اما نه با قصد تهاجم. خب ببینید، ما این میگه ما با جنگ داخلی نمیخوایم جلو بریم، ولی شما مسلح برید بیرون اگر به شما زدن جان بزنید. یعنی رضا پهلوی هر چی که مسعود میگه تا حالا گفته، برنامه قبلی رو حتما گوش کنید، ایشون رعایت عمل کرده. از اون طرف مسعود عزیزم میگه که دموکراتیک و جدای دین از سیاست و یعنی خانم روسری هاش اینا بردن، اونا رو هم مسعود گفته پذیرفتار میمونه که اینا بردارن. حالا یه نکته دیگه که خیلی مهمه، من یکی دو سال پیش بود که توی که از برنامه تاکید کردم که خانم مریم رجوی شما باری کنار، بچه دیگه بیان، از جمله دختر اشرف عزیز هفته پیشم اسم اشرف آورد، اشرف خانم به جای تو رو بگیره. حالا این کار شد، اینم شد. حالا میخواستم بهتون بگم دیگه، قبل حالا بهتون میگم، اینم شد. یعنی این خانم اشرف دختر جوانی که میبینینش خیلی هم چادری نبوده نیست، اشرف الان شده معاون اول، ما میگیم نخست جانشین سازمان شده. یعنی یه دختر که 4 سال پیش بچه بود، کوچولو بود، فلان بود، بعد انقلاب به دنیا آمده، این الان شده بزرگ فرمانده یه تشکیلات بزرگ با دختر دایش
پسر آره دختر دایش نرگس عزادی، دوتاشون اینا وارد سازمان شدن در کادر اصلی قرار گرفتن. خانم ملیخی میخواست بره کنار ولی دو سال دیگه تمدیدش کردن و من مطمئنم که این انتخابات دیگه که یک سال نیم دو سال دیگه خواهد بود، این اشرف رو میذارن فرمانده. اشرف که بشه فرمانده، چون تا دیرزم اشرف نیست مامانی که قبلا چادر روسری نداشت، این روسری چادر نداشت، الان گفت چه سازمان. ببینید این خانم لیست طولانی از خواهران بسیار زیسلاح‌تر از خودم و همه اونها رو پیشنهاد داده بودم، ولی در مقابل چیزی که نمیشه فهمید، اون احساس شعف و افتخار خیلی زیاد به خاطر دارایی سازمانمون و پویایی اون که امروز خودش رو در انتخاب مجدد خواهرزهرای عزیز به عنوان مسئول اول سازمانمون نشون میده و این همون انتخاب اسلحه برای محقق کردن سرنگونی و برای تضمین پیروزی محتوم خلق مهمه و بدون شک میشه نوید داد طلوع صبح سپید بر میهنمون رو و گام آهنین مؤسسان پنجم ارتش آزادی و کانونهای شورشی بر گلوی شب ظلمانی حکومت خامنه‌ای و رئیسی جلاد و پیروزی محتوم حضور همیشه منو حاضر و آماده خواهید دید. حاضر 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 یعنی همونطور که مستحضر هستید و من مستند به آگاهی شما میرسونم با سند، با سخن و با تصویر، شاهزاده رضا پهلوی و مسعود رجوی با هم توافق دارن برای این که این نظام ساقط بشه. این کار باید هرچی زودتر صورت بگیره، ولی الان رئیس جمهور اپوزیسیون ایوری خانم مریم قاجاره. مریم اما چون که خیلی هم پانده با شوهرشون اختلاف دارن فنانه و حرف شوهرش نمی کنه و حرف مسعود رجوی نکرد و حرف مسعود رجوی بکنه جدای دین از سیاست شما باید روسریت برداری و حرف مسعود باشه شرایطی رو مسعود گذاشته همه رو شاهزاده رضا پهلوی پذیرفت، حتی سو گفت من سلطنتم نمی خواهم، گفت همه رو پذیرفته. شما نبایستی پشت گوش بندازی و من از اشرف که الان مسئولیت بالایی داریش تو اشرف که الان مسئولیت داری دخترم، تو الان مسئول شدی، مادرت هم اگر نظری میده تو به عنوان چون ارتش مجاهدین سازمان تو رئیس. خانم مریخی هم من فکر نمی کنم بخواد حرف مسعود نکنه. این اتحاد اگر صورت نگیره به شما ملت ایران بگم، چون ملت ایران هم بعضیه که ملت ایران که نه اینا تبلیغ کردن توی سالی که آقا مجاهدین از اینا بدتر، مجاهدین چیکار کردن، مجاهدین جواب هر چیزی هست سر جا خودش. من مجاهد نیستم، من خودم میگم اسم مجاهد باید بردارن. به رئیس جمهور فرانسه گفتم مجاهد رو دیگه اصلا به کار نمیبره، همه هم گفته اسم مجاهد به کار نبرید، بگید تروریست اسلامی. حتی رئیس جمهور فرانسه و دیگر میگن تروریست اسلامی، دیگه نمیگن مجاهد، یعنی اصلا واجه مجاهد واجه منفوریه در جهان. و بعد این من قاطع میگم بچه ها، اشرف به تو میگم چون جوان هستی، به بچه جوان میگم، گلوبالیست ها حتی چه گلوبالیست شرق باشه چه غرب چه باشه، چون من هم با لبه داشتن بودم قبل اینکه کشته بشه میخواد جای پوتین بشینه و اینقدر گلوبالیست ها، حالا چه جهان دو قطبی بشه چه یک قطبی بمونه، اینا به هیچ عنوان به اسلام اعتماد ندارن، هر جورش که میخواد باشه. الان عربستان سعودی رو اول تروریست دنیا میدونن و اولین بنیادگرای دنیا، ولی چون پولاش میخوان بگیرن صرف و کاراشون بکنن، پولا رو میخوان بگیرن، با عربستان سعودی الان هستن، بعضی از خواستاش هم عملی کردن میکنن اینا، ولی اینا به اهداف دراز مدت خودشون میرسن، عربستان هم ترتیب شو میدن، ایریادتون نره، ایران هم ترتیب شو میدن و مجاهد نیستن. ولی وقتی که مسلمون نباشی لایک هستی ایرانی باش، عیب نداره، رئیس پارلمان میشی در نروژ، مسعود جان عزیز هم مسعود قراخانی وزیر میشی در سوئد، در آمریکا پست بالا میگیرید. اینا مسلمان نیستن، از قبل هم اینا اعلام کرده بودن جنسی پلوزیمان، من دیگر مسلمان نیستم و سالها هم نشون داده بودن، قدرت رو در دنیا بهشون میدن، در این بیمی ندارن، ترسی ندارن، اروپا رو داده بدن دست ایرانی،
حالا شما بدونید بچه های بالای سازمان گول نخورید، بچه های بالای سازمان هر جور مسلمون باشین منفورید، ازتون استفاده میکنن مثل کنم دارن استفاده میکنن از همه، ولی میشین آلت دست که ازتون استفاده میکنم وقتی تاموش استفاده شون ترتیب تون میدن میرید مثل قاسم سلیمانی مثل حاجمی رفزنجانی. شما نباید اینجور باشین، شما باید بیروسریاری که برمیدارید از جا بلند چین یک رقص مستانه مثل مولوی بکنید زایشش هست سپتام و وقتی که مستانه رقصیدید یه تحول بنیادین و دست در دست شاهزاده رضا پهلوی. چون به شما بگم من اگر از این فرج از این فرصت استفاده نشه 13 جولای که من قبل اینها اعلام کردم که بایدن میخواد بیاد منطقه با اسرائیل و سعودی و ترکیه های منطقه بحث بکنه، تا اون موقع اگر این پروژه دولت موقت متحد دو جناح اونا هم یادتون نره، من حرف اونا دارم میذارم، اونا هم غیر از اتحادیه دوتا به بقیه اصلا کاری ندارن، چون اینا از من و تو بهتر میدن که این بقیه همه اسباب بازی برای خودشونه، به اپوزیسیون نیست غیر از اینا، اول اپوزیسیون شاهزاده رضا پهلویه که در داخل ایران همه میگن رضا شاه رویت شاد، از نظر اقتدار تشکیلاتی و ثروت جهانی و لابی سازمانه شورای ملی مقاومت، یه چه باید ماد متحد بشن. حالا من موافقم و مخالفم سر جای خودش هست، اینکه من مخالف باشم ولی مردم هم میخوام، سرزمینم هم میخوام، میخوام از این فقر و گرسنگی و بدبختی و بیچارگی نجات پیدا کنم. و شما دوباره اینو گوش کنید که سیاوش حساب شما میگه، همه جان بگید آره اینا از اینا بدتر اینه، نه اگر اینها چهار روز مادرای 124 هزار نفری که کشته شدن پدرهاشون بچه هاشون بیان برای شما شرح بدن که اینها رو چجوری کشتن، شما رأی عوض میشه. افتاده که رضا پهلوی رأیش عوض شد، مسعود رجوی رأیش عوض شد، در طول تاریخ شهبانو عزیزم رأیش عوض شد، گفت من دیگه مسلمانی رو اونجور که میدیدم نمیبینم، من رأیش عوض میشه. شما یک نوید افکاری عزیزم این قهرمان رو زدن کشتن، خب تا الان بریم سردست میشکنین، حالا اگه بیان براتون تعریف کنیم که دختر 13 ساله رو کشتن، زن حامله رو اعدام کردن تو اون 120 هزار نفر سال 60 تا 64 همه چیزتون فرق میکن. از اون طرف من از مریم میخوام این عجب روزگار این تولد ما که امسال هست 22-23 اینا یک نشست جهانی دارن، همون نشست جهانی روز شهید ساکره همیشه جشن میگرن به تبعید از سیاوش اوستا، اونجا از کنم خدمتتون که من دلم میخواد که این تحول رو اینا به وجود بیارن، این کشف حجاب بکنن، اسلام رو بذارن کنار، مجاهد بازی رو بذارن کنار و اعلام بکنن لایک دموکرات، همونطور که مسعود در لایحه‌ای که به تصویب رسونده و من اینجا نشون دادم همونطور که الان تو بر همین پیام هفته پیشش که در پاسخ به من داده و این برنامه های اخیر من رو همه رو جواب شد داده ازش سپاسگزارم، مطمئن شدم که زنده است، برای همین حال اگر نباشه جانشینانش دارن بر خط فکری رو عمل میکنن، چون من همیشه هر پیشنهادی که بهش دادم مسعود پذیرفته، پرچم شیر و خورشید گذاشت، جدای دین از سیاست تصریف کرد، دو سه تا مامور جمهوری اسلامی اون موقع تو تشکیلات بودن، مامور جمهوری اسلامی یه زنش از اینا میومد اینجا جاسوسی میکرد برداشت هم اینا انداخته رو، پرچم رو البته باید از مسلم فیلابی سپاسگزاری کرد، چون موقع آقای هزارخانی مرد، الان هزارخانی یکی از عوامل سانسور و کنترل اینا بود، اینا نمیدونستن هزارخانی از چیزا بود کلا دست رو گذاشته بود هر کار خوب مسعود می‌خواست کنه، آقا من مخالفم، مسعود اواخر که دیگه فهمیده بود که کارش خرابه میگه آقا تو مخالفت کنت بگو ما کار ما رو می‌کنیم، چیکار شد کرد حالا هزارخانی بنده خدا مرد دیگه، من خیلی تعجب می‌کنم البته در دل می‌بینه هزارخانی دیگه نیست که بخواد بگه من به کار مخالفم، من به کار مخالفم، اون کارو نکنید، من در همین امیدوارم که این تحول بزرگ در 23 جولای که اینا نشست دارن به وجود بیاد و واقعا این شاهزاده رضا پهلوی به این خوش تیپی، به این خوش سخنی، به این خوش بیانی، به این تواضع هی داره میگه که آقا ما حاضریم که بیم راست بدیم. دو دسته افراد داریم، دسته اول افرادی هستند که جزی از مشکل هستند و همچنان مزاحم پیشرفت و سد راه یک اتحاد و همبستگی، دسته دوم تمام اونهایی هستند که میخواهند راهی حلی جزی از راه حل باشند
و اکنون حاضر به همکاری با هم هستند، صرف نظر از اینکه در گذشته با هم اختلاف نظر داشتن. من در پیمان نوین دست همکاری رو به تمام نیروهای سیاسی ایران که آزادی خواه و دموکراسی خواه هستن دراز کردم، حتی کسانی که با شخص من مخالف هستن. چرا؟ برای اینکه ما بخوایم بر اساس یک اتحاد ملی به یک آینده مشترک که همه در زینف هستیم دراز. آزادی ایران نزدیکه، شک نکنید، منم شک ندارم. بدونید که ایران آزاد میشه، بدونید که ایران راهی که خردگران میشه و بدونید که ایران شهریاری میشه. چون به هر حال همه معتقدن، میگن ما بریم رأی، به رأی مردم. وقتی همه میخوان برن به رأی مردم، رأی مردم چیه؟ چیه رأی مردم؟ الان اکثریت با شهریاریه. اکثریت رو داریم. خب هر تشکیلاتی دیگه اونجا تو انتخابات تو شرکت بکنه، نه رأی خودش میره. حالا مریم، مریم جان، ما زنده داشتی دیگه، چی نشد این ماشا هم که یک شوخی های میکنیم دیگه، سمد آقا هم که دوست داری، سمد آقا مریم جان با خودش فکر میکنه، میگه بابا ما الان رئیس جمهوریم، که ما الان هر جای دنیا میریم ما رو به عنوان رئیس جمهور مریم رجوی و امکانات و امپراتوری داریم تو ما حافظ فرا به جون تو اینانم تهرون خواهی داشت، ولی رئیس جمهور نخواهی بود. خب توی از این میترسه بنده خدا، میگه این امکانات که ما داریم اونجا نقدر داشت، اونجا میشه یه حزب سیاسی مثل فرانسه. حزب فرانسه، من اگر تو میشه از انتخابات مجلس گفتم، گفتم اینا اگر چپا همه با هم متحد بشن، هم فرانسه گفتم، هم فرانسه گفتم، هم به خودشون گفتم، هم تو تمام صفحات نوشتم جوابم اونها به من دادن، گفتم اینا همه بیان با هم متحد بشن میبرن، اگه نشن میبازن. غیر ممکن در فرانسه ممکن شد. همین ژان‌لوک ملانشان، این کمونیست، حزب سوسیالیست، چپای فرعی مرعی، همه آمدن باش متحد شدن. حزب سوسیالیست فرانسه که سالها اینجا قدرت و فلان و اکثریت و فلان و اینا، میتران و اینا، خانمانی دارید و با ملانشان متحد شد. حزب کمونیست باش متحد شد، همینا بردن الان. آقا در اتحاد پیروز میشیم، در اتفاق پیروز میشیم، و بعد اونجا رأی مردم دیگه، اونجا یکی 10% میاره، یکی 40%، دیگه 55%، دیگه 30%، اونجا رأی مردم دیگه. همه تونی که میگه رأی مریم جان دیگه خستی شدیدم 30 سال دیگه رئیس جمهوری. داستان دیگر محبه شما مهربانی ها رو نمیفشارم و پیش از این که خداحافظی بکنم، میخوام از برادر عزیز و نازنینم مهندس امیر شجره سپاسگزاری بکنم بخاطر این تلاش های خردمندانش. با بسومه در پناه اهورامزدا شاد و خوش و پیروز باشید. بدرود و خدا نگهدار. اشرف روت حساب میکنم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشگی پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. En vacances, en pause du travail, dans la file d'attente, dans le train ou dans l'avion. Achetez en un clic les livres de David Abbassi sur Amazon et lisez tout de suite. Livraison instantanée. C'était historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abbassi, Emmanuel Macron. Plus utiliser le mot djihadiste, mais terroriste, islamiste. Et il a commencé à utiliser ce terme. On va voir si les médias vont bien suivre Emmanuel Macron ou bien s'ils vont suivre les projets du monde musulman. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Ils avaient fait le choix de porter l'uniforme, de consacrer leur vie à protéger les autres. Ils sont morts en service, au travail, comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort, qu'il nous revient d'éradiquer. Et qu'un individu imprégné d'une telle idéologie puisse exercer
face au terrorisme islamiste. Nous mènerons le combat sans relâche.